بر خط خبرها. گزینش 250 تن از سوی حکومت برای اشتراک در نشست دوحه. روند گزینش این افراد بر بنیاد سهمیه بندی بوده است. به سیاسی گوندونو، سیاسی مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجع و ادارو لخوا معرفی سیو. تأکید بر برگزاری لوی جرگه در میان موج از تحریم ها. آیا لوی جرگه مشورتی سال می تواند دیدگاه تمام مردم را بازتاب دهد؟ اگر لوی جرگه سبب تفرقه بیشتر سیاسی شود، بدون شک برگزار نشدنش به مراتب بهتر است. سیلاب های ویرانگر در چندین ولایت کشور. پایتخت نشینان بی خانه شدند و هراتیان بیش از 20 تنشان را از دست دادند. حریم دریا حریم ملت است، ملکیت شخصی کس نیست و میمونه. وقتی که در حریم دریا کوچک میشه پول در خطر. رشد نفوس افغانستان دو برابر میانگین جهان. اگر رشد نفوذ امین گونه ادامه یابد، مردم با کمبود غذا و مکان روبرو خواهند شد. ما نمیتونیم که از لحاظ غذا، از لحاظ مسکن، از لحاظ آب تامین بکنیم. و انتقاد تند وزیر خارجه آمریکا از کارکردهای ایران. درود و مهمترین های خبر از یک با من نسیم جوینی، خوش آمدید. مشروع خبرها. حکومت فهرست 250 نفری را برای اشتراک در نشست دوحه اعلام کرد. در میان این 250 تن چهره های وفادار به رئیس جمهور غنی، دکتر عبدالله عبدالله و حامد کرزی بیشتر به چشم می خورند. از سوی هم انتظار می رود که شمار از چهره های سیاسی به گونه جداگانه به هدف اشتراک در نشست دوحه رهسپار قطر شوند. نشست دوحه به میزبانی دولت قطر و با حضور 25 نماینده طالبان در روزهای جمعه و شنبه شروع برگزار خواهند شد. سرانجام پس از یک هفته چانه‌زنی فهرست اشتراک کنندگان نشست قطر اعلام شد. ریاست جمهوری میگوید که در این فهرست نمایندگان اسپای سیاسی، رهبران جهادی، فعالان جامعه مدنی، نمایندگان زنان، مقام‌های حکومتی، نمایندگان رسانه‌ها، عالمان دین و خانواده‌های قربانیان جنگ‌های اخیر حضور دارد. در دوحه د کنفرانس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجع و ادارو لخوا معرفي سي وه، چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري، هغه نن نهایي سو. از سوی هم یک منبع نزدیک به حامد کرزی میگوید با وجود که هواداران وی در فهرست اشتراک کنندگان نشست دوحه حضور دارند، اما وی شخصا در این نشست اشتراک نمی کند. متاسفانه چې دا لیست پر شخصي سلکوي جوړ شوی دی، او دا لیست ما ته خپل چې د افغانستان د نوي بنسټ ګوند نمایندګي کوم قابل قبول نه دی، او جناب قانوني صاحب هم دې ته ویلو چې دې ته قابل قبول نه دی. دا لیست چې د هرې جناس جوړ شوی دی موږ دا لیست ردوو. ډاکټر عبدالله عبدالله نیز در گفتگو با صدای امریکا گفته است که برای برگزاری نشست دوحه آمادگی های لازم گرفته شده است. رئیس جمهور پیشین در مشوره با دولت و سایر رهبران سیاسی کشور همه مشترک به این نتیجه رسیدیم که یک هیئت همشمول شرکت میکنه در دیالوگی که در قطر جریان داره. از سوی هم وزیر خارجه آمریکا از پایان جنگ 40 ساله در افغانستان ابراز امیدواری کرده است. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا میگوید هدف اساسی واشنگتن ختم جنگ و انسان‌کشی در افغانستان است. صبح امروز من با سفیر ما زلمه خلیلزاد که برای آوردن صلح در افغانستان کار میکند صحبت کردم. ما تلاش میکنیم تا طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا را پایان داده و زندگی شهروندان افغانستان و امریکا را به گونه یکسان نجات دهیم. انتظار میرود که تمامی اشتراک کنندگان نشست قطر فردا و یا هم پس فردا در یک هواپیمای ویژه رهسپار قطر شوند. پیش از این طالبان گفتند تمامی کسانی که در نشست دوحه اشتراک میکنند دیدگاه های شخصیشان را بیان خواهند کرد و از حکومت نمایندگی کرده نمیتوانند.
برگزاری لایه‌جرگه مشورتی صلح بدون حضور همه طرف ها مشروعیت لازم را نخواهد داشت. برخی آگاهان میگویند در صورتی که رهبران سیاسی کشور در این جرگه شرکت نکنند، مشروعیت آن زیر پرسش خواهد رفت و به جای تقویت همگرایی و اتحاد سبب بیشتر شدن اختلاف ها در روندهای ملی چون صلح خواهد شد. کمیته برگزاری لایه‌جرگه مشورتی صلح اما میگوید آنان در تلاش به دست آوردن رضایت سیاست گذاران است که این جرگه را تحریم کردند. در جریان دو روز گذشته 6 گروه انتخاباتی به شمول تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، انیف اطمر و رحمت الله نبیل لایه‌جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. نرگس هورخش جزئیات می‌دهد. ظاهراً همه چیز برای برگزاری لایه‌جرگه به خوبی پیش می رفت که ناگهان موجی از اعتراض‌های مقام‌های ارشد سیاسی از راه رسید. در نخست رئیس اجرایی و رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در یک اقدام غیرمنتظره اعلام کرد که این جرگه را غیر ضروری می داند و در آن اشتراک نمی کند. پس از او گروه های انتخاباتی آقای اطمر و رحمت الله نبیل هم اعلام کردند که لایه‌جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. موضوعی که ظاهراً برای ریاست جمهوری برگزار کننده اصلی این جرگه مشکل ساز شده. برخی آگاهان باور دارند که برگزاری لایه‌جرگه مشورتی صلح بدون حضور چهره های مطرح سیاسی مشروعیت آنچنانی نخواهد داشت. هرچند حکومت قصد دارد این جرگه را در هر صورتی برگزار کند. اصراری که آگاهان دلیل آن را این گونه تفسیر می کنند. حکومت نگاهش به این است که یک کمیسیون از خود ساختیم و مثلا یک سازوکارهای در اختیار ماست. ما این فرصت استفاده کنیم که یک 200-2000 نفر به اصطلاح گزینش کنیم، چینش کنیم، از اطراف افغانستان والیها و قماندانان را وظیفه بدیم که روان کنند. و اینو یک صدا بلند کنن که امی داوود خان رئیس جمهوری همیشگی باشه. منظورم از داوود خان رئیس جمهوری ماست. ماهیت برگزاری لایه‌جرگه ها در کشور ایجاد یک دستگی و همگرایی برای تصمیم گیری در روندهای بزرگ در کشور است. آگاهان میگویند در صورتی که لایه‌جرگه مشورتی این هدف را برآورده نکند و سبب بیشتر شدن شگاف ها در میان مردم و سیاستگران شود، بهتر است اصلا برگزار نشود. اگر لایه‌جرگه سبب تفرقه بیشتر سیاسی شود، بدون شک برگزار نشدنش به مراتب بهتر است از اینکه برگزار شود. اگر سبب شکل دادن یک اجماع بزرگ سیاسی در رابطه با صلح میشه، به عنوان یک مسئله مهم باید مورد توجه اجتماعی سیاسی قرار بگیرد. با وجود همه اینها، برگزار کنندگان لایه‌جرگه مشورتی صلح میگویند تلاش میکنند که موافقت طرفهای ناراضی را به دست آورند. قرار است که در یک دو روز نشستهای صورت بگیره بین رئیس محترم جمهور و رئیس محترم اجرائیه که چالش هایی که به وجود آمده یا مناقشاتی که به وجود آمده این مشکل حل شود. و انتظار مردم افغانستان این است که کم نظری به وجود به پاسخ مثبت در رابطه با خواست مردم که همان آوردن صلح و ثبات است یا هم نظری صورت بگیره. قرار است لایه‌جرگه مشورتی صلح در نهم ثور سال روان برگزار شود. جرگه‌ای که قرار بود اساسی ترین خواستهای مردم در گفتگوهای مستقیم با طالبان را مشخص کند. معلوم نیست که آیا بدون حضور چهره های سیاسی این جرگه می تواند اجماع ملی را در روند صلح به وجود آورد یا خیر. سیل در هرات یک موتر مسافربری را امراه با 17 سرنشین با خود برده است. مقام های محلی در هرات میگویند که یک موتر مسافربری که به طرف ولسوالی اوبه این ولایت در حرکت بود، با همه سرنشینان آن در سیلاب غرق شده و تاکنون ناپدیدند و همچنین 5 تن دیگرشان جان باختند. همزمان در چند روز پسین در پی سیلاب ها در پایتخت بیش از 100 خانه ویران شده است. در این حال رئیس جمهور غنی در دیدار با شمار از دیدگان سیلاب در کابل میگوید که حریم دریای کابل غصب شده و کوچک شدن حریم دریا همه را تهدید میکند. این در حال است که به دلیل سیلاب ها سطح آب دریای کابل بالا آمده است و سبب نگرانی باشندگان اطراف این دریا نیز شده است. هرات در غرب افغانستان. شماری از مقام های محلی و باشندگان محل برای پیدا کردن کسانی آمدند که در سیلاب غرق شدند. 17 سرنشین یک موتر به شمول 13 مرد و 4 زن را
روز گذشته در سیلاب غرق شده و تاکنون ناپدیدند. دست کم تا بال 7 نفر کشته شدند، جان باختند و 17 تن از سرنشینان یک موتر در ولسوالی اوبه ناپدید هستند که احتمالاً جانهای خود از دست دادند. همزمان با این هزاران جلیب زمین زراعتی در ولسوالی های مختلف از بین رفته. در سوی دیگر باران های چند روز پسین زندگی شمار پایتخت نشینان را نیز تلخ کردند. چهارراهی هنگرها ناحیه دهم شهر کابل. این مرد میگوید خانه گیلی که در آن 7000 کرایه میداد در پی ریزش سنگین باران ویران شده است. حالا در مانده که از اینجا به بعد را چگونه به پیش ببرد. این امیر غمالات ما دمی داد 12 سال دمی لایستی. خانه مردکم سر ما چپا شده تا لحران ماندیم کجا بریم. باشندگان این بخش کابل میگویند که به دلیل نبود جویچه ها و آبروهای معیاری خود برای حل مشکلشان چاه حفر کردند. اما اکنون آب زیاد شده و آبها به داخل خانه هایشان می رود. که اورو نداره، او تجمع میکنه که اخیراً این خانه های مردم چپه شده و هوا هم داخل خانه های مردم میره. مردم از این نایه خیلی به تکلیف است. نبود کانالیزاسیون در بیشتر جاده های کابل هنگام باران گشت و گذار را نیز دشوار می کند. اینجا مقابل فرودگاه جهانی حامد کرزی است. امی سرکار رو گرفته، محصیلین، مکاتب، کلگی یه نمیتو با مشکل. با خود ما تکسی دارم صاحب سعی که چی حال از دیجه. کلش تاثیر از ایرمیست که او پایین میشه او را نداره ایجا جرکن دین تا بال نمی کسی دست نزده شلالا. در سوی دیگر میزان افزایش سطح آب دریای کابل باشندگان کنار این دریا را با دشواری های زیادی روبرو کرده است. هرچند شمار تلاش کردند که از رفتن آب به خانه هایشان جلوگیری کنند، اما هر لحظه میزان آب دریا افزایش پیدا می کند. 113 خانه به صورت کلی و قسمی در شهر کابل در نواحی مختلف آسیب دیده است، تخریب شدند که آمارها در دسترس ما قرار گرفت. اما امروز ساعت 7 صبح به این طرف بوریای پلاستیکی، اسکواتر، تانکرای وسایل تانکری و همچنان ماشینری روان کردیم به ساعت جهت آبکشی. در همین حال رئیس جمهوری با شماری از آسیب دیدگان سیلاب ها دیدار کرده است. آقای غنی در این دیدار میگوید کم شدن حریم دریا همه را تهدید می کند. حریم دریا حریم ملت است، ملکیت شخصی کس نیست و میبینه وقتی که در حریم دریا کوچک میشه کل در خطر انداخته میشه. نوال تیمار کینگش من در سر داده پیکار و شربال سه ببینن که کی غاصب است. دو اختیار داره، یا خودشان میبرن یا 20 سال در بندیخانه تیر میکن. در بیش از 22 ولایت کشور به دلیل ریزش شدید باران سیلاب سرازیر شده که خساره های زیاد مالی و جانی به جا گذاشته است. در شمال کشور دریاهای سالنگ و پنشیر هم به مردم زیان زیاد رسانده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها میگوید که خطر افزایش سیلاب ها در برخی ولایت ها و پایتخت رو به افزایش است و تا 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. با گذشت بیش از 2 هفته از آغاز عملیات بهاری هنوز نیروهای امنیتی به حالت تهاجمی در نیامدند. اکثر خبرنامه های وزارت دفاع ملی نشان می دهد که نظامیان کشور بیشتر سرگرم دفع حمله های طالبان بوده تا سرکوب هراس افغانان. وزارت دفاع ملی اعلام کرده که در یک ماه پسین بیش از 200 مخالف مسلح دولت کشته و ده ها تن دیگرشان زخمی شدند. همزمان صبح امروز طالبان بر پاسگاه های نیروهای مرزی در ولسوالی چاآب ولایت تخار حمله کردند. افراد مسلح ناشناس دیشب بار دیگر یک مکتب دخترانه را در مرکز فرا انفجار دادند. این پنجمین مکتب است که در 4 ماه پسین از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت تخریب شده است. مقام های محلی فرا می گویند که بررسی ها برای شناسایی و بازداشت و عاملان این رویدادها آغاز شده است. گرچند طالبان گفته که تخریب مکتب ها در این ولایت با آنان ربط ندارد، اما معاون شورای ولایتی فرا پیش از این گفته بود که ماموران نهی از منکر و امر بالمعروف گروه طالبان بارها به بستن مکتب‌های دخترانه در این ولایت تهدید کردند. مکتب نسوان شیرعلی خان متاسفانه توسط افراد ناشناس سوختانده شده. یک مکتب نسوان است، 22 نفر پرسنل داره، در قریه نودی موقعیت داره. متاسفانه حکومتی چارواکی هم چه هغه د امنیه قومندانی ده تر اوسه پورې دغه صحیح ته دغه مکتب دغو دوو ښوونځیو ته نه دي تللي. دا د مرکز په 8 کیلومتری کې قرار لري.
زمو په دغه منطقه څو وخت شروع شوې ده. خوشکو چې اصلي عملی دې قزمو پیدا کړو او سره قانون پاتې. عاملان قتل عبدالمنان ارغند یکی از خبرنگاران در ولایت قندهار به اعدام محکوم شدند. دادستانی کال در خبرنامه نگاشته که پس از تکمیل شدن بررسی پرونده قتل عبدالمنان ارغند، پرونده او را به دادگاه فرستاده است. در خبرنامه دادستانی کال آمده که بر اساس ماده 267 کد جزا، عاملان قتل عبدالمنان ارغند به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شدند. میزان رشد نفوذ افغانستان نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی در سال رسیده است. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که اگر جلو رشد بی‌رویه نفوذ گرفته نشود، شهروندان کشور با کمبود غذا و مکان بود و باش روبرو خواهند شد. با گفته مسئولان این اداره، بخش بزرگ از نفوذ کشور را کودکان تشکیل می‌دهد که وابستگی اقتصادی آنان و شخص دیگر بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کلی کشور تاثیر منفی میگذارد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هم تاکید دارد که برای رسیدن به توسعه پایدار بر سرمایه گذاری بر جوانان تاکید میکند. افغانستان رقم بلندترین میزان رشد نفوذ را در میان کشورهای جنوب و مرکز آسیا به خود اختصاص داده است. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که رشد سالانه نفوذ افغانستان به 2.14% رسیده است، در حالی که در سال 2019 جمعیت جهان 1.1% رشد داشته است. از میان نفوذ 32.2 میلیونی که این اداره برآورد کرده، 47.6% آن را کودکان تشکیل میدهند که وابستگی اقتصادی آنان به شخص دیگر بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کلی کشور تاثیر منفی گذاشته است. این اداره هشدار می‌دهد که اگر میزان رشد نفوس کشور به همین منوال ادامه یابد، شهروندان کشور با کمبود غذا و مکان بود باش روبرو خواهند شد. رشد نفوس ما اگر ما دهات تا شهرهای بزرگ خصوصا شهر کابل ببینیم کاملا متفاوت است. 3.7% در کابل در حالی که 1.8 یا کمتر بیشتر در دهات است. ای هم یکی از چالش‌های عمده است که رشد نفوس هم باید که متوازن در تمام نقاط پیش برند. اگر بینیمی روند رشد نفوس ما ادامه پیدا کنه، ما نمیتونیم که از لحاظ غذا، از لحاظ مسکن، از لحاظ آب تامین بکنیم. در کناران هم اکنون بالا بودن نرخ زاد و ولد، میزان مرگ میر مادران در ولایت‌های دوردست کشور را نیز بالا برده است. به گفته وزارت اقتصاد، بیشتر از نصف جمعیت زنان افغانستان در زمان بارداری با چالش‌های جدی روبرو اند. همچنان میزان باروری سبب افزایش خطر مرگ و میر مادر و اطفال می‌گردد. در حال حاضر نرخ باروری یا fertility rate در کشور 5.3 طفل در هر خانم می‌باشد. که این رقم باز در ولایت ها خصوصا در ولایت نورستان و روزگان به 8.8 طفل برای هر خانم از حد اوسطش. In Afghanistan, a woman die every 2 hours. روزانه 800 زن در جهان به دلیل بارداری ناسالم هنگام زایمان می‌میرند. این رقم در افغانستان به یک زن در هر 2 ساعت می‌رسد. 475,000 people. با توجه به افزایش نفوس کشور و بالا بردن جمعیت جوانان و کودکان، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که برای رسیدن به توسعه پایدار سرمایه گذاری در بخش جوانان حیاتی است. افغانستان دومین کشور دارای نیروی جوان در جهان است. سرمایه گذاری در بخش جوانان برای توسعه پایدار افغانستان حیاتی است. اما در پیوند به حقوق و انتخاب، زنان با موانع اجتماعی و اقتصادی زیادی روبرو هستند. بر اساس تخمین اداره ملی احصایه، 16.4 میلیون مجموع نفوس کشور را مردان و 15.8 میلیون آن را بانوان تشکیل می دهند. مسئولان اداره ملی احصایه و معلومات می گویند که اگر میزان رشد نفوس کشور به همین منوال ادامه یابد، تا سال 2050 میلادی به 62 میلیون نفر خواهد رسید.
آلمان 5.1 میلیارد افغانی به افغانستان کمک می کند. وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان می گوید که این کمک ها در بخش حکومتداری خوب، رشد اقتصادی و زیربناها هزینه خواهد شد. در کنار آن آلمان 8 میلیارد و 700 میلیون افغانی دیگر نیز به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص می دهند که 3.5 میلیارد آن در بخش انرژی هزینه خواهد شد. آلمان از حکومت افغانستان می خواهد که در بخش مبارزه با فساد، پیشگیری از خشونت در برابر بانوان و تأمین شفافیت در صنایع استخراجی تلاش جدی کند. بر اساس آمار حکومت آلمان، این کشور از سال 2002 به این سو بیش از 345 میلیارد افغانی به حکومت افغانستان کمک کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید که سپاه پاسداران ایران 20% اقتصاد عراق را کنترل می کند. مایک پامپیو در نشسته با گروه از ایرانیان مقیم آمریکا در ایالات تگزاس میگوید که ایران با هزینه های انگفت مداخله در امور کشورهای خاورمیانه را ادامه داده و با اختصاص میلیون ها دلار چرخه ترور را در منطقه در چرخش نگه داشته است. پامپیو میگوید که رهبران ایران به جای اینکه به سیل زدگان این کشور کمک کند، با هزینه گزاف به نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا کمک میکند. او تاکید میکند که تا زمانی که تهران رفتار خود در منطقه را تغییر ندهد، بالاترین فشارهای سیاسی و اقتصادی بر این کشور حفظ خواهد شد. مایک پامپیو اینجا در ایالت تگزاس در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا، از آنچه او سیاست‌های مداخله جویانه تهران می‌خواند به شدت انتقاد دارد. می‌گوید رژیم کنونی ایران از مداخله در کشورهای خاورمیانه، عراق، سوریه، یمن گرفته تا آمریکای جنوبی یعنی ونزوئلا دستبردار نیست. به گفته پامپیو، سپاه پاسداران ایران 20% اقتصاد عراق را در کنترل دارد. این به نفع ایران نخواهد بود که به دنبال تقویت حراس افغانی باشد و در سراسر خاورمیانه فعالیت‌های خرابکارانه داشته باشد. نزدیک 20% اقتصاد عراق از سوی سپاه پاسداران اداره می‌شود. مأموریت ما مشخص است. مأموریت ما کمک به مردم ایران برای تغییر است. به گونه‌ای که ایران بزرگترین پشتیبان حراس افغانی در جهان نباشد. سیاست ما کاملاً مشخص است. وزیر خارجه آمریکا میگوید که تهران به جای کمک به سیل زدگان این کشور، با هزینه گزاف به نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا کمک میکند. پامپیو تاکید میکند تا زمانی که ایران از سیاستهای مداخله جویانه‌اش دست بر ندارد، واشنگتن فشارها و تحریمهایش را همچنان نگه میدارد. ما بالاترین فشارها را در برابر ایران به کار میبریم تا رفتار ایران را تغییر دهیم و مطمئن شویم که عملکرد ایران مثل یک کشور عادی برگشته است و دیگر به جهان ترور صادر نمی کند. همین حالا که ما اینجا صحبت می کنیم، ایران کارزار ترور را در اروپا اداره می کند. دیپلومات های ما کار می کنند تا این عملکرد ایران را متوقف و به عقب بزنند. همزمان وزارت خارجه آمریکا به طور رسمی نام سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان جهانی حراس افغانی در روزنامه رسمی دولت فدرال ثبت کرد. وزیر خارجه ایران دیروز از وزیران خارجه کشورهای جهان خواست که تصمیم آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران این کشور در فهرست حراس افغانان را نگاهش کنند. رئیس جمهوری فرانسه میگوید در مدت کوتاه کلیسای نوتردام را دوباره خواهد ساخت. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آتش سوزی بزرگ عصر دیروز در کلیسای نوتردام را تراژدی بزرگ میداند. شهروندان فرانسه و سراسر اروپا نیز نسبت به این آتش سوزی احساس اندوه کردند. حجم آتش سوزی کلیسای نوتردام یا مریم مقدس به قدر بود که در دقیقه های نخست بخش مهم از سقف کلیسا را در بر گرفت و یکی از باجهای کلیسا نیز فرو ریخت. خسارات های وارد آمده به این بنای مشهور تاریخی که قدمت 850 ساله دارد بسیار سنگین خوانده شده که برای بازسازی بخش های آسیب دیده دست کم باید میلیون ها یورو هزینه شود. پاکستان به زودی توافقنامه کمک مالی 6.8 میلیارد دلاری را با صندوق جهانی پول امضا می کند. وزیر مالیه پاکستان می گوید که مقام های صندوق جهانی پول
کار واگذاری این بسته مالی را با نمایندگان پاکستان در واشنگتن نهایی کردند. به گفته اسد عمر، پاکستان همچنین با بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی نیز در حال گفتگو است و به‌زودی از این دو نهاد نیز بسته های بزرگ کمک مالی دریافت خواهد کرد. پاکستان در ابتدای سال روان میلادی و همچنین تعهد کمک مالی 20 میلیارد دلاری از عربستان سعودی به دست آورده بود. در کنار آن امارات متحده عربی نیز تعهد کرده که به پاکستان 6 میلیارد دلار کمک کند. وال هم تازه های ورزش با ظاهر نوری. هشتمین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندوی بانوان امروز در کابل آغاز شد. این رقابت‌ها در دو کلاس سنی نوجوانان و بزرگسالان راه اندازی شده است. در این پیکارها 100 ورزشکار که شامل 4 تیم از کابل و 5 تیم از ولایت‌ها می‌شوند برای 2 روز به رقابت می‌پردازند. در پایان 32 چهره برتر برای تیم ملی بزرگسالان و 40 چهره برتر برای تیم ملی نوجوانان گزینش می‌شوند. در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت هندوستان شب گذشته تیم های رایال چلنجرز و ممبئی ایندیانز با مسافه هم رفتند. نخست بازی را رایال چلنجرز آغاز کرد. در 20 اوور 171 دوش برای تیم ممبئی هدف تعیین کرد. در مقابل تیم ممبئی هدف داده شده را پورا کرد و با تفاوت 5 ویکت در برابر رایال به پیروزی رسید. امشب تیم های کینگز پنجاب و راجستان رایلز با هم مساف می کنند. تیم فوتبال آرسنال با برتری دشوار 1-0 مقابل واتفورد به رتبه چهارم جدول ردبندی لیگ برتر انگلیس رفت. پیر امریک اوبامیانگ مهاجم مطرح آرسنال در دقیقه 10 تک گل این دیدار را برای توپچی های لندن و ثمر رساند. واتفورد از دقیقه 12 این دیدار و پس از اخراج ترویدنی با 1 بازیکن کمتر به کار خود ادامه داد. اما با این اوصاف نیز عمل کرده نسبتاً خوب برابر ستاره های آرسنال داشت. آرسنال با هدایت اونای امره با برتری در این دیدار 66 امتیازی شد و جای چلسی را در رتبه چهارم جدول رتبندی گرفت و واتفورد همچنان با 46 امتیاز باقی ماند. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. وقت بر همه شما خوش. الله حافظ.